با کمی فروکش کردن اعتراضات مردم در خیابانها و یک آرامش نسبی برقرار شده که البته این آرامش، آرامش قبل از طوفان هست و برای موج سوم که سرنگونی قطعی است، مردم دارن آباده میشن، جوانان دارن خودشون رو تجهیز میکنن تا بتوانند اون حرکت میلیونی رو که قرار هست برکند ریشه استبداد رو از ایران به سرانجام برسه. حالا یک باره آخوندها دوباره دم در آوردن، دوباره از سوراخ‌های موش بیرون اومدند و دوباره دارن شروع میکنن گردن کشی کردن. از یک طرف رئیسی آمده و میگه کشورهای خارجی دارند به ما پیام میدند که بیایید مذاکره کنیم و ما همه اغتشاشگران رو سرکوب میکنیم، اعدام میکنیم و از دنیا ساقط میکنیم. و آخوند دیگری که مال خبرگان هست اومده گفته فتنه‌گران دشمنان ملت ایرانند. آخوند حسینی بوشهری که رئیس جامعه به قول معروف مدرسین هست گفته معترضان را ما اعدام میکنیم، اینها فتنه‌گر هستند، دشمنان ملت ایرانند، اگر این افراد روزی بر کشور سلطه پیدا کنند به هیچ کس رحم نمی کنند. بله، به شما رحم نمی کنند، با آخوند جماعت به دزدان ملت رحم نخواهند کرد. اینو خوب حد زدی. بعد ادامه داده گفته پس باید هوشیار باشیم، با دست خودمان اسیر دشمنان نشویم. یعنی مردم که صاحب کشور هستند رو ایشون دشمن فرض میکنه و خودشون که دشمن مردم هستند رو کنار میکشه. بعد ادامه داده دشمنان در ادوار مختلف تاریخی با اسلام، نظام اسلامی و انقلاب اسلامی در ستیز بودند. اینقدر اینها احمق هستند یا خودشون رو به احمقی زدند که فکر میکنن مردم هنوز اینها رو میخوان. میگه در ادوار مختلف با اسلام مخالف بودند، با نظام اسلامی و با انقلاب اسلامی که هر سر و مردم دیگر نمیخواهند. انقلاب اصلی انقلابی است که الان داره صورت میگیره. و بعد گفته در اغتشاشات و فتنه اخیر دشمن قصد داشت برادر کشی و کشته سازی راه اندازی کند. یعنی میخواد بگه که ما کسی رو نکشتیم، اینها مردم و جوانان بودند که کشته سازی کردند. فیلمهاش هست که اینها در خیابونها راه میرن با لباسهای عجیب غریب وحشتناک، با باتومها در دست، اسلحه در دست، تو سر مردم میزدن، مردم رو میکشتن، مستقیما شلیک میکردن، گله‌ای با لباسها و ماشین اینها یه نیروی انتظامی بودن. احمق میگه اینها رو مردم در لباس به قول معروف نیروی انتظامی آمدن. این حقه ها دیگر بازاری نداره، اینها رو دیگه برو برای کسانی بگو که مثل خودت احمق هستند. همه فهمیدند که ماجرا چیز، جهان هم فهمیده. با این صحبت ها نمیتونید این دفعه قذر در برید. و بعد ادامه داده درایت مردم و مسئولان اهداف دشمنان رو خونسا کرد. کدوم مردم؟ مردم همه در خیابونها بودند، مردم همه بر علیه شما داشتند شعار میدادند و میجنگیدند. دشمنان کی؟ همش یک دشمن فرضی خامنه ای میگه و شما احمق ها هم ادامه میدید. دشمنان، دشمنان شما هستید که در ایرانید و مردم میخوان دشمنان رو بیرون کنند. بعد میگه کسانی تحت تأثیر دشمن قرار گرفتند، افکار و اندیشه آنان در اسارت دشمن است و در این راستا دشمن از کوچکترین فرصت برای اشغال و یغما بردن ثروت و سرمایه کشور دریغ نمی کند. تمام خسائلی که خودشون در این 44 سال داشتند، کشور اشغال کردند، پول ملت رو آخوندها به یغما بردن، ثروت و سرمایه رو به کشورهای دیگه دادند. تمام صحبت‌های میکنه، یعنی کارهایی که خودشون میکنن. خودشون دشمن هستند، خودشون کشور رو به این روز انداختند، خودشون با کشورهای یغماگر رفیق شدن، کشور رو بخشش کردن به اونها، قسمت‌هایی رو 20 ساله، قسمت‌هایی رو منابعشو دارن میبرن، خاک دارن میبرن، آب دارن میبرن. بعد میگی که اینها مردم و صاحبان اصلی کشور که مردم هستن میخوان حقشون رو پس بگیرن. این آدمی که الان عکسش رو ببینید، چشماش نشون میده که این چه آدمیه. اینها از نظر چهره شناسی انسانهای خبیث، بیشعور و ضد جهان هستند، حتی نه ضد فقط ایران، ضد جهان هستند. اینها رو ما نشوندیم به عنوان سردمداران حکومت.
باید بدانند که کشور مال مردم ایران هست، مال جوانان هست و اینها باید بساط خودشون رو جمع کنند برند. حالا در تلویزیون هم یک آخوند دیگر آوردند که صحبتاشو گوش کنید چی داره میگه. تمام کسانی که اومدن، جوانانی که اومدن دفاع کردن از وطن، دفاع کردن از ملیت، دفاع کردن از اینکه کشور رو میخوان پس بگیریم از شماها، گوش بدید. همین سوال رو مطرح کردن که مجازات اعدام این حس انتقام جویی رو اینقدر تشدید میکنه، نمیتونیم به جاش از حبس ابد استفاده کنیم؟ اسلام معتقد این اون بازدارندگی رو نداره. آیه‌ای که در قرآن هست حتی میگه به حساب یقتلو، نمیگه یقتلو، یعنی آدم محارب باید به صورت شدید کشته بشه. برای این جمعی که دارن این برنامه ها رو میریزن باید بازدارندگی داشته باشه و بازدارندگی جز با در حساب نظام حقوق جزایی اسلام جز با ریشه‌کن کردن وجود افراد محرک. ببینید وقتی که اینها بگیم مثلا بشه حبس، این حبس شونده این بالاخره امید آزاد شدن داره، ارتباطاتی با بیرون داره، اونجا چه بسا اون وقت حقوق بشری ها دو مرتبه بگن خیلی خوب آزادی ارتباطاتش ازش نگیرید، بعد از همونجا سیگنال هایی رو به بیرون بفرسته. اسلام تمام این فکرها رو کرد، این مجازات ها رو به دلیل اینکه خداوند متعال میداند و بهتر میداند برای مهار تجاوزگری انسان گاهی راهی جز خشونت نیست. بله. و این که بعضیا میگن خشونت مطلقاً بده، بله، این در واقع منطق غلطیه. خشونت مطلقاً بده یعنی چی؟ یعنی علیه یک کسی که وجودش علیه امنیت جامعه خشونت آفرینه و این اصلا بودش. نکته اینم اینجا اشاره بکنم، اینکه فرمودید حبس، من سوال میکنم از اون کسایی که میگن چرا به جای اعدام حبس نباشه، خب حبس از جیب کی؟ با حساب کی؟ یه عده نشستن اون ور آب میگن اینو حبس ابدش کنید. خب این حبس که میشه تازه بزرگ شما اشارت که اول خرجشه، از آب و برق و نمیدونم امنیت و گاز و نمیدونم استراحت و تخت خواب و این که بعدش هم میان میگن که ما باید هی سرکشی کنیم ببینیم که این یه وقت خدایی نکرده به سخت نگذره، مثلا صابونش مثلا حساسیت پوستی براش ایجاد نکرده باشه، مثلا یا هولش کشن نباشه و زبر نباشه. اینا که دارم میگم اینا هست تو بحث نظارت هایی که اینا دارن. روزنامه بهش میدید یا نمیدید؟ تلویزیون داره یا نداره؟ و با خانوادهش ارتباطش چگونه است؟ چه میدونم و و و و. خب سوال اینه که خدا میگه منی که اینو خلق کردم برای این خلق کردم که این آدم زندگی کنه، اگه قرار باشه آدم زندگی نکنه، منو خدا نگفتم این زنده بمونه. و شما که دارید میگید این زنده بمونه، اولا شما چه کاره خلقتید که میگید خدا میگه نه، تو میگی آره؟ خب حالا تو میگی آره، تو که میگی آره به حساب کی داری میگی آره؟ این تا دیروز که امنیت جامعه رو مخدوش میکرد، پلیس این جامعه در خطر قرار گرفت، پلیس رو کشتن، سلاخی کردن آدم ها رو، سلاخی کردن مدافعان امنیت رو، سلاخی کردن از جیب ملت چقدر خرج شد برای مقابله با اینا. و الان که حالا دستگیر شده اینا نگهش داریم برای چی؟ کلکسیون جنایتکارا رو بخواید درست بکنی؟ اسلام با این تز مخالفه. بله بین خودت و خدا اگه توبه کردی این سعادتمند میشی در قیامت. بله. یعنی اینجوری نیست که اگر کسی اعدام میشه در واقع این حتما اون دنیا هم در واقع عذاب ابدی خواهد داشت و دیگه این آدم مثلا کافر از دنیا خواهد رفت. نه، این نیست، این کاری به سعادت ابدی نداره. این آدم اگر توبه کنه بین خودش و خدا، ولی جامعه دیگه باید از دست این راحت بشه. دیدی چگونه شیر شدن، دوباره آمدن و در تلویزیون غصبی که مال مردم هست اینها تلویزیون رو
اشغال کردند و در اون از منافع آخوندها، از منافع کشورهای دیگه، از منافع خودشون بهره برداری میکنند و تلویزیون ملت رو به زودی جوانان میگیرند، کشور رو میگیرند، شما رو زندان میکنند. عوض این که سفرتون رو جمع کنید و راه فراری پیدا کنید، یک سوراخ موش پیدا کنید، ببینید کجا باید برید در روزی که مردم کشور رو پس میگیرند، که این روز نزدیک است. در موج سومی که مردم خواهند داشت، شما همه به گریه کردن خواهید افتاد. در دادگاه های مردمی باید جواب پس بدید، جواب همین حرف هایی که دارید الان هم باز میزنید و درس نمیگیرید که فرار کنید برید، وگرنه مردم شما رو گرفتار میکنن، گیر میارن، در دادگاه ها به سزای اعمالتون خواهند رسید. مردم بیدار باشید، اینها نشان از ضعف است که این حرف ها رو میزنند. 3 ماه پنهون شده بودند و از ترس میلرزیدند. یک باره دوباره آرامش مردم که برای موج سوم میخوان آماده بشن، اینها از سوراخ موش ها در آمدند. زهی خیال باطل. با سپاس از شما تا برنامه دیگر.